های مشترک کودکان قابل توجه نمودن خود در برابر والدین و افراد خانواده و اطرافیان می باشد، به طوری که اگر با نگاهشون، با خندهشون، با نوع بازیشون نتونن اطرافیان خودشون رو متوجه کنن، حتما با گریه و یا جیغ و یا بهانه‌جویی ها اطرافیان رو متوجه خود خواهند کرد و این نه تنها طبیعی هست، بلکه نشانی سلامتی فکر اونها، احساس اونها و همچنین سلامتی جسمشون هست. و اگر والدین و اطرافیان در برابر این نوع رفتار کودکان بی تفاوت و یا واکنش سخت نشون دهند، حتما آن کودک در بزرگسالی به تله‌های بدرفتاری گرفتار خواهد شد تا بتواند جبران خلأ بی‌توجهی دوران کودکی خود را نیز به جا بیاره و چه بسا آسیب‌های همچون مهطلبی او را گرفتار می‌کنه. از اینکه در ما میل به این هست که ما دوست داریم دیگران ما را محبت کنند، این طبیعی هستش، اما انتظارهای نادرست در هر وقت و هر مکان نامناسب این یک اسارته. از جمله اسارتهای دیگه که پیامدهای عدم توجه دوران کودکی می باشه، زودرنجی، بیعتمادی، بدبینی، منزوی و احساس حقیر بودن هست و گاهی برای مبارزه با این اسارتها شخص ادامه رفتار کودکی خودش رو که تایید دیگران و توجه دیگران می باشد سعی میکنه از دیگران بگیره که به او نگاهی داشته باشن و یکی از این اسارت ها که در برابر نوع بیتوجهی و آسیب های دوران کودکی هست در شخص، شهرت طلبی می باشد. مسلماً انسان ها بر اثر تلاش های خیش نسبت به استعدادهاشون، اهدافشون، وقتی به رتبه‌های عالی و یا تحت تبلیغات‌های رسانه‌ای و گفت و شنودهای مردم قرار می‌گیرن، خواسته و نخواسته از یک شهرت و معروفیت خاصی بهره‌مند میشن و این نیز طبیعی هست. اما موضوع شهرت طلبی گذشته از آسیب‌هایی که دوران کودکی متأسفانه و کشش‌های تبلیغاتی و تحمیلی می‌باشد و به توسط شبکه‌های مجازی و سینما و تلویزیون در بین قشری از مردم به طور خاص نوجوانان و جوانان شعله شهرت طلبی رو در اونها افزون می‌کنه و در این مسیر آنانی که اسیر خودشیفتگی و تک ستاره‌ای بوده‌اند غرق این باطلاق خواهند شد. و حالا اگر آنچه را که ما تجربه می‌کنیم در این روزها به توسط اینترنت و رسانه‌ها باعث اطلاعات بسیاری در این نوع افراد بشه، ادعای من استادم و ادعای ای استاد من بسیار خواهد شد که این روزها می‌بینیم که این گونه هستش. اتفاقا کلام خداوند در رابطه با روزهای آخر یک چنین پیشگویی رو میکنه در دوم تیموتائوس 4:3 اعلام میکنه: زیرا زمانی خواهد رسید که مردمان دیگر به حقیقت گوش فرا نخواهند داد، بلکه به سراغ معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخن. از این رو هستش که وقتی که میری روی تلگرام، میری روی اینستاگرام، میری روی فیسبوکت، میری روی یوتیوب، داری نگاه میکنی یه متنی رو، میبینی این متن بیشتر از 3-4 خط شد، انگار حوصله دیگه نداری. توی زمان دوران دوره فصل هستیم، سریع اگه 10 خط بشه، هرچند میتونه مطلب خیلی خوب باشه، میل به خوندن اون نداری. اگر ببینیم یک موعظه از کشش رسول یک ساعته، واو، اصلا حرفشو نزن، اون 2-3 دقیقه رو دوست دارم نگاه کنم بشنوم و
ولی بقیه نه. حالا همینطور اینستاگرام داری نگاه میکنی، یه دفعه نگاه میکنی یکی میگه یه جیغ میزنه، همین که جیغ میزنه خودم باور تعجب میکنی، میگه چرا این جیغ زد؟ بعد میبینی واو 3-4 هزار نفر برای اینکه جیغ زده مطلب نوشتن. آخ جیغی که تو زدی حال منو خوب کرد، فکر من پریشون بود، جیغ تو باعث شد از این پریشونی درام، من به جیغ تو خندیدم. اون یکی میگه منو یاد جیغ بچه‌م انداخت، اون یکی میگه منو یاد جیغ همسرم انداخت. به هر حال مطالب همینطور نوشته میشه اون زیر، و شما همینطور میری مطالب رو میخونی و میبینی عجب چه طرف چه آرتیستیه. فرداش نگاه میکنی همین شخص میبینی که به جای جیغ خندیده. بعد تعجب میکنی همه نوشتن، 2-3 هزار نفر نوشتن، تو هم میری یه چیزی مینویسی و میبینیم که چه اساتیدی داریم. علم این شخص چقدره نمیتونی. یه روز میاد یه قیافه یه شکلی از خودش در میاره، یه روز میاد یه لباس مسخره‌ای میپوشه. و اگر توی کشوری مثل کشور جمهوری اسلامی باشه که دیکتاتورها حاکم هستن، بعد از یه مدتی اونها هم بعدشون نمیاد یه سناریو درست کنه از این قصه ها مردم مشغول کنن، طرفو میگیرن میندازن تو زندان. بعد تمام خبرنگارا و شبکه‌های تلویزیونی میان چه داخل و چه خارج میان میگن آخه مگه این استاد چی گفت؟ این استاد کار بدی نکرده بود، یه جیغ زد، یه خنده کرد. بعد همه هم به کپی اون جیغ میزنن، میخندن و کپی اون استادی که ما به عنوان استاد معرفی کردیم. جمهوری اسلامی هم بعضی مدتی ولش میکنه، بعد که ولش میکنه میاد توی دنیا، بعد بیچی تمام خبرنگارای خارج از کشور میان دنبال این شخص. یه 2-3 ماه این سریال ادامه داره و بعد تموم میشه. و این استادها در دوره ما بسیار هستن که نه اینکه ما رو بنا نمی کنن، اما میل به این دارن ستاره بشن و این یک اسارتی هست که داره عموم میشه. شاعر نیز اعلام میکنه فراوانی اگر چه رفته برباد، فراوان و فراوان هست استاد. تعجب میکنی چشمت شده گرد، که در این شهر اصلا نیست شاگرد. در اینجا بنگری استاد مینی، به آنجا بنگری استاد مینی، میان کوچه و بازار استاد، کنار دکه سیگار استاد. خزان چون برگ ها از باد ریزد، چو برگ از شاخه ها استاد ریزد. به جایی در کلاس درس ماند، به جای در کلاس درس ماندن، شبی استاد با تیتراژ خواندن. که میری روی اینستاگرام یه مطلبی میخونی، روی اینترنت یه مطلبی رو میخونی و حتما هم همه ما به نوعی با این اساتید آشنا هستیم که کم کم خودمونم به اونم میگیم استاد. نمیدونیم چجوری استاد شدن ولی میگیم دیگه. به هر حال کمک اون اسارت میکنیم که شخصی که اسیر شهرت طلبی هست. کلیسای پرستان مسیح نیز متاسفانه گاهی آلوده چنین شهرت طلبی هایی میشه. فراموش نمی کنم حدود 7-8 سال پیش بود، شخصی وارد کلیسا شد، هنوز 2-3 جلسه کلاس نیومده بود، باور کنید شاید 3 جلسه مسیحیت چیست رو ایشون دیده بود، شاید. به ما خبر دادن که ایشون کلاس مسیحیت چیست گذاشته، اونم کجا؟ بیرون از کلیسا. نه با ما هماهنگ کرده بود، نه با ما در روش صحبت کرده بود. و من این شخص رو صدا کردم، باهاش صحبت کردم، دیدم کلاسی هم که گذاشته برای مسیحیان نذاشته، برای تمام دیدگاه های مختلف و همم خانم، ایشونم یه آقای مجرد بود. و جالبه که چطور توانسته بود که این افکار رو، این خانم ها رو جذب خودش کنه. مهره مار داشت. کی گفت مهره مار داشته؟ مهره مار نداشته، ولی با زبون بازیاش توانسته بوده این عمل رو انجام بده. به هر حال ما مانع شدیم و ایشون هم از این کلیسا رفتم و تا اونجایی که خبر دارم شرایط بسیار بدی هم داره، یعنی با مسیح کسی نمیتونه شوخی کنه. میرسیم بهش که هرگز نمیتونیم با عیسی مسیح ما شوخی داشته باشیم در این رابطه.
و آسیبش رو نیز حتما خواهیم خورد، چون جلوی ما یه جا گرفته میشه. میباید ما نسبت به موقعیتمون برای زندگی سالم کلیسا بیایم، کلام رو بخونیم، تعلیم بگیریم، از روح پر بشیم تا بتونیم قدم به قدم تو اون جایگاه درست نیز برسیم. شخص مسافر کشی با یک سرعت داشت از تو خیابون رد میشد، البته توی ایران اینجا نه، پلیس جلوشو میگیره و بهش میگه با این سرعت کجا داری میری؟ میگه آخه مسافر دارم، باید سریع برسونم. نگاه میکنه میره توی ماشینش 8 نفر نشستن. میگه تو با 8 نفر با این همه سرعت داری میری؟ میگه آخه میدونی اون 3 نفر که تو صندوق عقب گذاشتم میتونم خفه بشم. یه موقع ما این کارا رو میکنیم، هنوز کلام رو نمیدونیم، هنوز آگاهی نداریم، اما متاسفانه ادعای استادی میکنیم. حالا مبحث کلیسا رو مطرح کردم. در انجیل متی 23:5-12 عیسی مسیح نسبت به فریسیان که همین گونه عمل میکردن داره صحبت میکنه. فریسیان دانشش رو داشتن البته، اما نسبت به اون دانشی که داشتن عمل نداشتن. برای همین مسیح میگه آنچه را که میگه گوش کنید اما اعمالشون رو نگاه نکنید. اعلام میکنه فریسیان هرچه میکنن، این صحبت های عیسی مسیح، هرچه میکنن برای تظاهر و خودنمایی هست. دعاهای بسته شده به بازو و پیشانی خود را قطور و دامن ردای خیش را پهن‌تر می‌سازند. کلام خداوند در خروج 13 میگه کلام من نزدیک قلبت باشه. فریسیان به جای ادراک درست از این کلام خدا که به کلام خدا عمل کنن، اومده بودن کلام خدا رو چیکار کرده بودن؟ بسته بودن به دستشون، به بازوشون که نزدیک قلبشون باشه. این مذهبه. برای همین هست که میباید هوشیار باشیم. آنچه که از کلام خدا میشنویم نمیتونیم ما سرسری از اون اطاعت در اصل ناپخته داشته باشیم. اعلام میکنه آنها دوست دارن در صدر مجالس بنشینن و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند، اما شما نباید استاد خوانده شوید. نه اینکه کلام خدا مخالف این هست ما استاد بشیم، خیر، اتفاقا کلام خدا من ما را تشویق میکنه برای اینکه بتونیم رتبه خوبی داشته باشیم، ولی تمام اساتید نسبت به آن چرا که انجام میدن و دانش دارن حتما اشتباه هم میکنن. در اصل عیسی مسیح داره میگه دلگیر نشو اگر استاد تو همه چیزو نمیدونه، از دستش ناراحت نشو. اگر اشتباه کرد از استادت ناراحت نشو، چون اون استاد کامل نیست. نگاهت فقط به من، یعنی به مسیح باشه. همون تعلیمی که ما در کلیسای پرستمون مسیح میدیم، اعلام میکنیم که تمام نگاهمون خود مسیح باشه، حتی به ما نگاه نکنید. حتما ما باید نمونه های خوبی باشیم در جهان، حتما، اما استاد اصلی ما او هست. زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید. باز به این منظور نیستش که ما به پدرامون پدر نگیم، بلکه باز کلام خداوند داره اشاره به این میکنه، خدای پدر ما رو بی نهایت دوست داره، چون محبت آگاپ هست، بلا عوض ما رو دوست داره و قادر و تواناست که آنچه که به نفع ما هست رو انجام بده. اما پدرای زمینی حتی اگر بخوان شاید نتوانند. پس از پدر زمینی ناراحت نباش، اون رو مثل خدا نگاه نکن، خودت هم مثل خدا نگاه نکن. و اعلام میکنه زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی، و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. باز مسیح نمیخواد ما رهبران نباشیم، خیر، اتفاقا میخواد که ما رهبران باشیم، اما میگه هوشیار باشیم، از رهبرای زمینی دلگیر نشید، چون اونها میتونن اشتباه کنن، رهبریتشون مانند خدا نیستش. اعلام میکنه کسی که در میان شما از همه بزرگتر است
که خادم همه باشد، بتونه پای دیگران رو بشوره. زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. همونگونه که شاعر میگه گر همی خواهی قبول خاص و عام، خیشتن را از همه کمتر شمار. این غرور اجازه نده که حتی اگر ما یک توانایی داریم، این توانایی باعث این بشه که من شهرت طلب بشم. حتی توی جامعه کوچک مانند خانواده، فقط نریم به دنبال هنرپیشه ها و آرتیست ها، هنرمندان، حتی توی خانواده باید ما این هوشیاری رو داشته باشیم که تو جایگاهی نباشیم که این فکر و ذهن من باشه که من هستم بالای این خانواده، من همه چیزو کنترل میکنم. جایگاهمون رو بدونیم و شخص مقابلمون، همسرمون، بچه‌هامون، جایگاه اونها رو نیز احترام بدونیم. سال پیش میاد، همه ما خوب میدونیم که یک انسان سالم و موفق طبیعتاً چه بسا برای پیروزی‌هاش مورد تشویق و حتی شهرت برسه. آیا خدا نسبت به شهرت و مشهور شدن انسان مخالف هستش؟ خیر، چون کلام خداوند به ما میآموزد که خدا انسان را شکل خدا آفریده. عجب شهرتی بهش داده. میگه انسان شکل او هست و مطابق متی 5:48 میگه کامل شوید. خدا سلامتی رو برای ما میخواد. مطابق انجیل یوحنا 14:27 خدا میخواد ما شاد باشیم. مطابق فیلیپیان 4:4 خدا میخواد ما آرامش داشته باشیم، آروم باشیم. مطابق انجیل متی 11:28 خدا میخواد ما توانا باشیم. مطابق اعمال رسولان 1:8 خدا میخواد ما در امنیت باشیم. مطابق مزمور 95:1 خدا میخواد ما پیوسته پیروز باشیم. مطابق انجیل یوحنا 16:33 و خدا میخواد ما ابدی باشیم. مطابق انجیل یوحنا 3:16 بنابراین این کلام خدا هیچ مخالفتی با شهرت ما نداره. کلام خداوند با شهرتی که فقط به هدف مشهور شدن میاندیشد و عمل میکند مخالف است، چون ریشه در غرور و تکبر و خودخواهی و خودشیفتگی داره و میتونه به راحتی به خود و دیگران آسیب برسونه، زیرا این شهرت دور از خرد و راستی میباشد. بنابراین میتواند برای رسیدن به هدف مشهور شدن هر عمل بدی رو نیز انجام بده. یعنی وسیله هدف رو اینجا چیکار میکنه؟ توجیه میکنه. هر کاری من میکنم تا من برسم به اون هدف خودم. و اینو میدونید وقتی که ما دور از محور اصلی خرد و حکمت و اراده خدا دور میشیم، ما میتونیم این اقتدار کاذب رو از شیطان بگیریم. حتما دیدید حداقل تو این فیلم ها که نشون میده گنگ ها چقدر پیروزی دادن، میبینید چه اقتداری دارن، چقدر سفت و محکم. دیکتاتورها چقدر سفت صحبت میکنن برای از بین بردن مردم، طوری که انگار حقیقتا حق با اونهاست. شخصی وارد روستایی میشه و میگه من خدا هستم. یه نفر میاد در کنارش رد میشه میگه رفیق، 2-3 ماه پیش یه نفر گفت من پیغمبر هستم، کشتنش، مواظب خودت باش. میگه خیلی کار درستی کردید، من که به اون نگفته بودم بیاد. و حقیقتا زمانی که شخص تصمیم میگیره تو یک موقعیت بدی قرار بگیره، گویا که حتی شیطان او رو حمایت میکنه. در امثال 11:1-3 از تفسیریش براتون میخونم. میگه خداوند از تقلب و کلاهبرداری، میگه خداوند از تقلب و کلاهبرداری متنفر است، ولی درستکاری و صداقت را دوست دارد. تکبر باعث سرفکندگی می شود، پس دانا کسی هست که فروتن باشد. صداقت مرد درستکار راهنمای اوست، اما نادرستی شخص بدکار او را به نابودی می کشاند. یعنی من به هیچ وجه با یک نیت شهرت طلبی حتی تو کارهای خدمات خوبم نمی تونم از نگاه خدا درست باشم. اول باید
فکر و ذهنم رو تقدیس کنم، بگم آنچه که میخوام انجام بدم خداوندا یک محبت حقیقیه، نمیخوام خودم رو نمایش بدم، نمیخوام بگم من اینجا هستم، بلکه میخوام بگم خداوند و محبت تو هست که داری در این مکان کار میکنه. سقراط نیز اعلام میکنه دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نخواهند گرفت. پس نتیجه ای که خدا میخواد از یک انسان بالغ روحانی داشته باشه نخواهد داشت. کلام خداوند نه تنها مخالف مشهور شدن انسان نیست، بلکه خود دلیل این هست که مردان خدا و زنان ایمان مشهور بشن. مطابق اول سموئیل 18:30 که اعلام میکنه داوود که به یاری خدا بر علیه دشمنان پیروز میشد در پیش قومها معروف گردید. در کتاب یوشع 6:7 میخونیم که خداوند اعلام میکنه خداوند با یوشع میبود. هیچ اشکال نداره میخوای مشهور بشی، مشروط بر این که مشهور شدن در مسیر راستی و صداقت باشه، اما دستتو به خدا بده. میگه خداوند با یوشع میبود و اسم او در تمامی آن زمین شهرت یافت چون که با او بود. در کتاب اول پادشاهان 4:29-31 نیز اعلام میکنه که میخونیم که خداوند با حکمتی که به سلیمان میده شهرت او رو جهانی میکنه. و شاعری اعلام میکنه ای که میپرسی ز من کین ماه را منزل کجاست، منزل او در دل است اما ندانم دل کجاست. دل من برای کاری که دارم انجام میدم، حتی اگر تصور فکر من این هست که مشهور بشم، دلم کجا قرار گرفته؟ در خانه تکبرم و یا نه آنچه را که دارم دریافت میکنم از حضور خدا هست؟ اگر در طمع به شهرت فقط اندیشه کنم، در مسیر رسیدن به هدف به خاطر احتمالاتی که از ذهن ما میگذره، شکست ها، رسوایی ها، ترس ها، از قضاوت هایی که چه بسا مردم بکنن، به نوعی آبروی ما بره، دلیلی خواهد شد که من درون رنج بکشم و همین باعث عذاب من. در مزمور 107 آیه 17 میخونیم اعلام میکنه بعضی به خاطر روش گناه آلود خود رنج میکشند. پس هر فکر و تفکری که ما داریم دور از هدف الهی هست درش رنج هست. بعضی به خاطر روش گناه آلود خود رنج میکشند و به سبب شرارت های خیش در عذاب هستند. نمیتونن اون آرامش داشته باشن، یه جورایی با خودشون درگیر هستش. شاعری میگه کلاغی در ذهن من است، پاره سنگی در دستم، از خودم میترسم. با خودش درگیره برای اون نوع طرز تفکرش که فکرش این هست که مشهور بشه، حالا مهم نیستش که اون شهرتش رو چگونه به دست بیاره. بریم با هم دیگه آیه ثابت رو داشته باشیم، نامه اول تیموتائوس 6:10. آیا همه بروشور داریم؟ عزیزانی که بروشور ندارن دستاشون بره بالا، خودکار جلوی میز هستش، میتونید بردارید. خواهش میکنم مطالب رو بنویسید. اگر ایمان به مسیح داریم لازمه رشد روحانیمون هست. حتی اگر به مسیح ایمان ندارید، این دروس به شما کمک خواهد کرد که زندگی سالمی رو داشته باشید. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پی آن میکوشیدن از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتن. آمین. میتونیم برای این قسمت کلام خدا دست بزنیم. پس طمع ریشه همه بدی هاست و اگر طالب شهرت سالم نسبت به کارمان، خدماتمون، هنرمون هستیم، با اعتماد به خدا در راستی و حکمت به فروتنی عمل کنیم، حتما موفق خواهیم شد. جایگاهی نخواهیم داشت که درش آسیب بخوریم. در انجیل لوقا 14:11 اعلام میکنه زیرا هر که خود را بزرگ سازد، هر که خود را بزرگ کند، هر که خود را بزرگ سازد ذلیل گردد و هر که خیشتن را فرو دارد سزاوار گردد. هر کسی که با فروتنی میپذیره آنچه که میتونه درست باشه تا در اون مسیر قدم برداره تحت اراده خدا، مسلم بدونه به جایگاه خوبی خواهد رسید. عرض کردم یکی از آسیبایی که کلیسای مسیح میتونه بود
ایماندارا میتونن بخورن این هستش که از اسارت هایی که از دوران کودکی تا اون زمان به هر دلیلی هنوز درگیرش هستن، آزاد نشدن، وارد کلیسا بشن و شفا هم نگیرن، یعنی با همون اسارت ها باشن، هم به خودشون باز آسیب میزنن هم به دیگران آسیب خواهند زد. حدود یک سال از ایمانم گذشته بود، شاگردان بسیاری داشتم در ایران، با اینکه قابلش نبودم، لایقش نبودم، دانششون نداشتم، اما کلیسای ایران یه دوره ای رو برای من گذاشت، یک دوره تقریبا یک ساله رو، و از من خواست که اونهایی که بشارت میدم رو براشون با اون جزواتی که داشتم زیر نظارت کلیسا تعلیمشون بدم و آنچه را که من میگفتم یا از تجربه روحانیم بود که خیلی کم بود و یا از دانشم که بازم خیلی کم بود. پس ادعایی نمیکنم در اون زمان، به هیچ وجه حالاشم ادعایی ندارم. در بین شاگردا گذشته از عزیزانی که کارگر بودن، افراد عام بودن، دانشجویان دانشگاه بودن و دو سه نفرم از اساتید دانشگاه با من بودن. یکی از این دانشجوها که نظر لطف داشت یک روز اونقدر از من تعریف کرد بین شاگردها، به به و چه چه، و منم خیلی خوشم اومد واقعا. آخه کیه که بعدش بیاد؟ فوش که نداد که، تعریف کرد دیگه، طبیعتا هم خوشش میاد. و منم خیلی خوشم اومد. در این قلقلک شدن بودم که یک دفعه وارد یک رویا شدم. من یک رویا دیدم. توی رویا دیدم این شخص یک مدال خیلی بزرگ و زیبا رو داره به سمت من میاره. خیلی خوش آمد. وقتی که برش گردون، چون خیلی بزرگ بود، اون سوزن کوچک تبدیل به یک میخ بود شده بود و اینو وارد سینه قلب من کرد و باور کنیم حتی من در این رویا سوزش اون رو لمس کردم و اونجا بود که روح القدس به من گفت تمام جلال از آن منه و این تعلیم رو به من داد، هیچ موقع اجازه نده رسول کسی به تو جلال رو بده. حالا چرا؟ آیا خدای ما حسوده؟ هرگز، هاشا. اگر خداوند ما را به عنوان فرزندان، شاهزادگان، کاهنان، نور و نمک، همکاران میخونه، پادشاهان میخونه، اون به ما حسادت خواهد کرد؟ هرگز. اما زمانی که من خودم را بزرگ میکنم، به همه میگم من اینجا هستم، شیطانم داره میبینه، راحت کمان رو میکشه، مطابق مزمور 11:2 میزنه به من، چون رفتن تو تاریکی. اما زمانی که میگم خدایا حتی کارهای خوبی که انجام شده، که حقیقتا اگر کار خوبی از طرف من انجام شده کار خدا بوده و حقیقتا اگر کار بدی بوده اشتباهات من بوده، پس بنابراین اگر کار خوبی رو خدا برای من انجام داده، من میگم جلال از آن خداست. وقتی میگم جلال از آن خداست، من میرم پناه میگیرم زیر سپری که تو دست خداست، یهوه، خدای زنده، خدای لشکرها، یهوه سبایوت. من میرم زیر اون سپر، دیگه شیطان نمیتونه منو بزنه. برای همین مواظب باش جلال به خودت نده، خدا جلالش رو تو میریزه. وقتی میری اون پشت اون سپرم هستی، خدا تو رو حمایت میکنه. پس خیلی مهم هستش ما از این شگرد زیبایی که خداوند به ما آموخته بیاموزیم. نویسنده اعلام میکنه به یاد داشته باشید که فروتنی پایه همه خوبی ها هستش و اگر ما که فرزندان خدا هستیم در این مسیر میخواییم قدم برداریم، هوشیار باشیم، در حضور خدا فروتن بشیم، هیچ کاری رو برای مطرح شدن خودمون نکنیم، به موقعش خدا منو تو رو بلند میکنه. ولی اگر خودمون رو بلند کنیم، به قولی شبان عزیز من، کشیش ادوارد عزیز، میگه گاهی خدا با ما یویو بازی میکنه، وقتی که میای بالا میبرتت پایین، ولی وقتی پایین هستی فروتن هستی میبرتت بالا. بذار خدا یویوش بازی کنه، تو اجازه نده که خودت اون بالا نگه داری. در غیر این صورت دوباره زمانی میشه که باید بریم پایین. بریم با هم دیگه انجیل مرقس 10:35-45 رو بشنویم. من در اینی که زهره جان این کلام رو میخونه توضیحاتی رو خواهم داد. آنگاه یعقوب و یوحنا دو پسر زبدی نزد وی آمده. یه لحظه، میخواید چراغا رو روشن کنیم یا میخواییم بخوابیم؟ اگه میخواییم بخوابیم خاموش بشیم، چراغای وسط رو روشن کنیم که کلام رو ببینیم. سپاسگزارم، مرسی. یه دست برای خودتون بزنید. مرسی. میدونید چرا میگم دست بزنید؟
از خواب بیدار میشیم، این دوباره این انرژی در ما ایجاد میشه. خب از ابتدا دوباره ممنون. آنگاه یعقوب و یوحنا دو پسر زبدی نزد وی آمده گفتند ای استاد، میخواهیم آنچه از تو سوال کنیم برای ما بکنیم. نکته اول، عیسی مسیح اونها رو صدا کرد به عنوان شاگردانش. حالا این دو برادر اومدن میگن ما میخواهیم یه کاری برامون انجام بدیم. خیلی هوشیار باشیم، اجازه بدیم که خود خدا ما بگه بهترین کار چیه ما باید انجام بدیم. گاهی هستش که ما میگیم، حتی ما این مشکل ما یه موقع تو کلیسا هم داریم. من خوشحال میشم پیشنهادات شما رو بشنوم، خوشحال میشم نوع روش کلیسای بهتر شدن رو از شما بشنوم. وقتی میشنوم دعا میکنم، وقتی دعا میکنم با خادمی صحبت میکنم، اما نهایتاً من باید صدای خدا رو بشنوم. من به صدای خدا آخر میگم بله آمین لبک. ببخشید به صدای شما نمیگم. پیشنهاداتون رو دوست دارم. خیلی موفقیت ها داشتم از اعضای کلیسا که پیشنهاد دادن، انجام دادیم، اما به تایید خدا. اینجا خانه خداست، ما فرزندان خدا هستیم، مطیع خود خدا هستیم. پس انتظار نداشته باشیم. حالا این دو نفر شاگردان جسارت میکنن، میگن ما میخواییم یه کاری تو برای ما انجام بدی، اونم کار دنیوی. بله. ایشان را گفت چه میخواهید برای شما بکنم؟ گفتند به ما عطا فرما که یکی به طرف راست و دیگری بر چپ تو در جلال تو بشینیم. عیسی ایشان را گفت ممنون. در انجیل متا آیه 20 ما میبینیم که مادر یعقوب و همچنین یوحنا، مادرشونم از مسیح همینو خواسته. چرا؟ اینا فکر میکردن ملکوت خدا ملکوت زمینه، پادشاهی زمینیه. میگن خب حالا عیسی مسیح داره به یه پست و مقامی میرسه، ما میشیم جزء وزرا. حالا این قصه رو امیدوارم به عزیزان بر نخوره، به اپوزیسیون همه نه، اما تک شماری هنوز هم تو اپوزیسیون مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن که وقتی صحبت از آزادی ایران میشه اون میخواد وزیر راه بشه، اون میخواد وزیر جنگ بشه، اون میخواد وزیر شرکت نفت بشه. باور کنید توی یکی از این جلسه ها به من گفتن شما میخواد چیکار کنید؟ گفتم ما قراره بریم ایران به معتادین کمک کنیم، ما قراره بریم ایران به بچهای بی سرپرست کمک کنیم، به زنان بی سرپرست کمک کنیم. کار ما، کار خدمت ونگارد پیس میکرز، کار کلیسا این هست پای ملتمون رو بشوریم، مردم دردمند رو بشوریم. کار ما این هستش، نه تو مجلس میخوایم مجلس آینده میخوایم بیایم، نه کاری داریم به نظام آینده براشون دعا میکنیم. ما فقط یک محیط آزاد میخوایم مثل کشور آمریکا، مثل اروپا، تا بتونیم کمک مردممون بکنیم، هموطنانمون رو دستگیری بکنیم. بله. عیسی ایشان را گفت نمیفهمید آنچه میخواهید؟ آیا میتوانید آن پیاله ای را که من مینوشم بنوشید و تعمیدی را که من میپذیرم بپذیرید؟ بله. خب ما میدونیم که عیسی مسیح آنچه را که اراده خدا به او داده بود دلیل و باعث شد که روی صلیب بره، دست و پاش سوراخ بشه، شلاق بخوره، توهین بشنوه، تاج خار بر سر او بگذارن و با بدترین درد جان خودش رو بده. حالا داره میگه شما که میخواید سمت راست چپ من بیایید، آیا این کارا رو میکنید؟ بله. وی را گفتند میتوانیم. عیسی به دیشان گفت پیاله ای را که من مینوشم خواهید آشامید. و این اتفاق میفته. یعقوب اولین یکی از رسولان مسیح هستش که شهید میشه و اون رو میکشن، ولی یوحنا توی دیگ داغ، روغن داغ میذارنش، اما چون اراده خدا نبود نمیمیره و زنده میمونه، عمر طولانی میکنه. کتاب مکاشفه هم نیز میبینیم که از دستاوردهایی هست که خداوند به او داده و یادگاری است در انجیل مسیح. بله. تعمیدی را که من میپذیرم خواهید پذیرفت، لکن نشستن به دست راست و چپ من از آن من نیست که بدهم، جز آنانی را که از بحر ایشان مهیا شده است. در رومیان ممنون. در نامه رومیان 8:17 به نوعی نسبت به این موضوع داره صحبت میکنه. حالا دیگه عمومیت داره. حالا امروز من و شما هم هستیم. اگر من و شما شهرتی رو در مسیح میخواییم، اگر من و شما میل به این هستیم
که برای عیسی مسیح بیستیم، خدماتی رو انجام بدیم، کارهایی انجام بدیم که باعث جلال خدا بشه، این رو بدونیم. ما هم در سختی ها خواهیم بود، ما هم در رنج خواهیم بود، به ما هم نیز آسیب خواهند زد، به ما هم توهین میکنن. مگه نمیکنن؟ مگه غیر از این هستش؟ به طور خاص کلیسای پسران مسیح کلیسای زنده است. یه شمشیرش برای این هست که بتونه بیست مردم رو نجات بده از دست شیطان، یه شمشیرش در برابر نظام جمهوری اسلامی ایستاده. درسته که ما دعا میکنیم، ما جنگمون با پوست و گوشت و استخوان نیست، ولی هر دو دست ما پر هست، به ما حمله میشه، پشت سر ما هم سخنانی خواهند گفت، اگر به سرور ما گفتن به ما نیز خواهند گفت. در نامه رومیان خطاب به همه ما هستش، تکلیف خودمون رو بدونیم. اعلام میکنه و اگر فرزندان خدا هستیم وارثان او نیز هستیم، نه تنها وارث پیروزی ها. به عبارت دیگر خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزندان خود عیسی مسیح خواهد داد، به ما نیز، به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد، به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر میخواهیم در آینده در جلال او شریک شویم، میخواهیم در جلال او شریک بشیم، پس سختی هست، پس مشکلات هست، باید اکنون در دردها و رنجهای او نیز شریک باشیم. یک مثال آفریقایی میگه دریای بی تلاطم هیچگاه دریا نورد ورزیده تربیت نمی کند. اگر قرار هستش که مانند مسیح بشیم، رنجها داره، نباید بترسیم، بیست و ببین خدا از تو استفاده خواهد کرد. کشیش های که عزیز متوجه میشه، ابتدایشون شهید شدن، متوجه میشه چند تا از ایماندارا رو گرفتن و یکی از مامورا گفت اینا چه ایماندارایی هستن توی ایران، ما دو تا زدیم تو گوششون، همه رو اعتراف کردن. کشش های گفت از این به بعد ایماندارایی رو تربیت میکنیم که حتی کشتید اونها رو هرگز اعتراف نکنن. کلیسای پرستن مسیح اینجا ایستاده، کلام خداوند به دنبال چنین افرادی هست که دلیرانه و قوی بایستیم برای اهدافی رو که خداوند در برابر ما گذاشته. بله. و آن ده نفر چون شنیدند بر یعقوب و یوحنا خشم گرفتند. عیسی ایشان را خواند. خیلی ممنون. چرا خشم گرفتند؟ فکر نکنید خشمگین شدن گفتن اینا چقدر برادرای بدی هستن، شهرت طلبن. نه خیر. گفتن چرا ما جای ما رو میخوام بگیرن، ما هم میخوام سمت راست چپمون باشیم. یه موقع از این اتفاقا میفته ها تو زندگیامون، چرا فلانی رفته اونجا، چرا من نرم؟ یه چک کنیم خودمون رو، اگه هستیم این اسارته، باید ازش آزاد بشیم. اگر میبینیم نمیتونیم ببینیم رشد و ترقی کسی رو، به خاطر اینکه خودم شایسته تر از اون هستم، منم تو همون جایگاه اشتباه ایستادم و شاگردان دیگه همین کارو دارن میکنن. بله. عیسی ایشان را خوانده به ایشان گفت میدانید آنانی که حکام امتها شمرده میشوند بر ایشان ریاست میکنند و بزرگانشان بر ایشان مسلطند، لکن در میان شما چنین نخواهد بود، بلکه هر که خواهد در میان شما بزرگ شود خادم شما باشد، و هر که خواهد مقدم بر شما، مقدم بر شما شود، غلام همه باشد. یعنی باید اجازه بدیم محبت آگاپه باهات کار کنه. میگی من نمیدونم، من نمیتونم، خودتو به مسیح بسپار. فقط بعد از اینکه این موعظه تموم شد لطفا خودتو به مسیح بسپار. نمیتونم بشارت بدم، بگو مسیح قوتشو بده. باز فراموش نمی کنم 21 سال پیش همون اوایل ایمانم، نمیدونستم، باور کن هیچی نمیدونستم، ولی آنقدر روح خدا قلب منو لمس کرده بود به محبت مسیح و عشق مسیح، وقتی واعظ گفت عطایا را بطلبید، من دعا کردم خدایا به من عطایا بده، و باز من توی رویا دیدم که پر از کادوهای بزرگ و کوچک هست و داشتم نگاه میکنم، یه کادوی دیدم خیلی بزرگ بود و رفتم دم نوشته روش بشارت، گفتم من اینو میخوام، و خدمت من از اون روز شروع شد. از خدا بخواه، خدا به تو عطایا داده، اما دانش نداریم نسبت به عطایا. خدا قدرتشو بهت میده، تواناییشو بهت میده تا بتونی از اون استفاده کنی برای ادامه حیاتت. بله. زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. پس بنابراین اگر مسیح
اومده جونشو بده. اینجا صحبت از فدیه میکنه عزیزان، خدمت نیست. متاسفانه توی ترجمه همه کتابا اشتباه است. درس داره میگه فدیه، مسیح اومد فدیه بشه، قربانی بشه. اگر عیسی مسیح برای قربانی شدن اومده که سرور ما هست، چه شهرتی ما رو بگیم، چه قدرتی، چه مقامی. همه ما برادر هستیم، همه ما برابر هستیم، از چشم خدا یک ارزش داریم و ارزش خوب و ارزش نیکو داریم. اجازه بده خدا کار کنه. سالها پیش با یک خانومی که یک شهر بسیار دور هست در تماس بودم. خیلی سعی کردم از مسیح بگم و ایشونم به مسیح ایمان بیاره. میدونید که من خیلی سمج هستم و ایشون به مسیح ایمان نیاورد. ولی جالبه هر موقع دعا میکرد دعاش اجابت میشد. یه دو سالی بود که ازش خبری نشده بود. گویا هرچی تماس میگرفت با این تلفن کلیسا نمیتونست با من صحبت کنه. تا اینکه دیشب ساعت 9:30 شب زهره جان گفت یه تلفنی دارم از یه خانومی و این خانوم دوست داره با شما صحبت کنه. گفتم الان؟ گفت نه، میگه دو دفعه خواب مسیح رو دیدم و مسیح گفته باید با کشیش رسول صحبت کنیم. به هر حال یه چیزی گفت که ما را مجبور کرد زنگ بزنیم. وقتی باش تماس گرفتم یه مشکلی داشت و دعا کردیم و حقیقتا هم نبوت شد. با این خانوم صحبت کردم ولی روح القدس با قلبم صحبت کرد این موضوعی نبود که من گفتم زنگ بزنه. ازش بپرس قلبش رو به مسیح داده یا نه. ازش پرسیدم، گفت نه دیگه، آخه بالاخره من مسیح رو قبول دارم. گفتم نشد. دو بار خواب مسیح رو دیدی به گفته خودت، با من تماس نگرفتی که فقط برای دعا نبوت بشه، با من تماس گرفتی که عروس مسیح بشی. الان زد زیر گریه، گفت تمام بدنم گرم شد، مرمور شدم، این چی بوده من گفتی؟ بعد براش از کلام خدا دوباره شروع کردم گفتم. گفتم حالا حاضری قلبت به مسیح بدی؟ گفت البته، قلب من مال مسیحه و من براش دعای توبه من نجات دیشب خوندم. خدا کار میکنه. نه من اصلا یاد این خانم بودم و ایشون هم نمیتونست من رو پیدا کنه، ولی ببینید مسیح کار کرده. دو دفعه اومده به خوابش. حالا چقدر عزیزان هستن که میگن ما داریم دعا میکنیم مسیح یه بار بیا تو خواب ما نمیاد، ولی وقتی میسپاریم تو دست خدا، خود خداوند هستش که ما رو برکت خواهد داد تا بتونیم در اون مسیر نیز بایستیم و عمل کنیم. بریم با هم دیگه ببینیم ریشه بدی چیست. همه بروشور داریم؟ از آن اگر بروشور ندارن دستا بره بالا. خب کی گفت دستا بره بالا؟ نه اون دستا نه، دستا بره بالا که بگیم بروشور میخوام. خب تو شادی هامون هم دستامون بره بالا برای رقص، اشکال نداره. خب میشه نکاتو داشته باشیم؟ نداریم نکاتو؟ پس هیچ چیزی نکتر نداریم. لطفا من میخونم، شما اون جاهای خالی رو بذارید. ریشه بدی طمع به شهرت دنیاست. اون قسمت خالی شهرت بنویسید که دلیل خودخوری میشود. زمانی که من به دنبال شهرت هستم همیشه پیروز نیستم، پس خودخور میشم، خودآزار میشم. و برای رهایی از آن میبایست به اعتدال اندیشید و به تواضع. همون فروتنیه. قسمت بعدی تواضع. به تواضع در برابر کمالگرایی عمل نمود تا در امنیت زندگی کنیم. پس باز این فروتنی و این تواضع لازمه رشد ما خواهد شد. مولوی نیز اعلام میکنه فروتنی است دلیل رسیدگان کمال که چون سواره‌ای به منزل رسد پیاده شود. پس بپذیریم که با فروتنی در حضور خداوند بتونیم رشد کنیم. همان گونه که از اسم این درس مشخص است، اسم درس ما چیه؟ ریشه بدی‌ها. ما داریم اون آمار یا اونم نداریم؟ اون نمودار رو پروید جان، نمودار رو داریم؟ بسیار عالی. پس مشخص هست که ما به ریشه بدی ها میخواییم بپردازیم. هرچند طبیعتا انسان به دنبال ریشه نمیخواد بره. 30-40 سال 50 سال دندون توی دهن ماست و ازش استفاده میکنیم. همین که درد میگیره میگیم بریم یه قرص بخوریم خوب بشه، نهایتش که آمپور بزنه. هی دکتر میگه نه آخه این ریشهش آسیب خورد، نمیشه یه کار کنی، دست نزنی، رود کانالش نکنی، نکشیش.
سی چهل سال ازش استفاده کردیم و متاسفانه خیلی از رفتارهای ناشایسته در ماست که ما ریشه یابی نمی کنیم. سالی 50 دفعه 20 دفعه نمیدونم چند بار باش مواجه میشیم، خودمونو و دیگران رو آزار میدیم، اما نمیریم ببینیم ریشه اون کجاست که داره به ما و به دیگران آسیب میزنه. و اگر ریشه یابی کنیم مسلم بدونیم که میتوانیم توی جایگاه درستی قرار بگیریم و آزاد بشیم. اندیشمندی اعلام میکنه تسلط بر نفس تنها آزادی قابل ذکر هستش که ما میتونیم داشته باشیم در این مسیر تا از اون موقعیت نیز آزاد بشیم نسبت به آنچه که باعث رنجمون میشه. و خدا میخواد که ما ریشه یابی کنیم تمام رنج هامون رو، تمام گناهانمون رو بررسی کنیم. باش نساز، باش بازی نکن، فکر نکن این عادته، همه این کار رو میکنن. ما فرزند خدا هستیم. شخصی توی مهمونی وارد میشه، دوستش بهت میگه چرا جوراباتو تا به تا پوشیدی سفید و سیاه؟ میگه نمیدونم، اتفاقا یه جفت همینجوری هم تو خونه دارم. نگاه کنیم، اگه یکی به من میگه خشمگین هستم، نفر دوم میگه بعد از تو چرا شما آدم خشمگینی هستید، خب من باید به درد خودم برسم، درمان کنم. اگه یکی من میگه تو غرور داری، دو نفر دوم میگه تو غرور داری، خب برم یه بررسی بکنم آیا واقعا این گونه هست یا نه، یه رسیدگی به امور زندگی خودم بکنم. در نامه یعقوب 4:1 میگه از کجا در میان شما جنگ ها، از کجا نزاع ها پدید می آید؟ آیا نه از لذت های شما که در اعضای شما جنگ می کنه؟ او یا انگار لذت می بریم ما وقتی با یه گناهی زندگی می کنیم. و در مکاشفه 2:5 میگه پس به خاطر آر، خواهش می کنم به این آیه توجه کنیم، میگه پس به خاطر آر که از کجا افتادی و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور. همون روزای اول کلیسا می اومدی، شاد بودی، خوش بودی، با محبت بودی، می بخشیدی، دوست داشتی همه رو، میگه برگرد سر جا اولت و اعمال نخست را به عمل آور و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی. پس ببینیم چه جای حساسی ما ایستادیم. در کتاب پیدایش 3:1-6 میخونیم که شاهد بر این هستیم که شیطان آدم و حوا رو، لطفا باز به این موضوع توجه کنیم، به 3 مسیر انحرافی فریب داد. به 3 مسیر انحرافی تو زندگی ما میتونه باشه و به همین 3 مسیر قوم اسرائیل رو 40 سال آواره کرد و در همین 3 مسیر عیسی مسیح رو توی بیابون وسوسه کرد، ولی مسیح پیروز شد به توسط روح القدس. و ما میخوام بیاموزیم به همون موقعیت که مسیح پیروز شد ما نیز بتونیم پیروز بشیم. این 3 مسیر جاده انحرافی چیست؟ داریم جاده ها رو؟ ممنون میشم بذاری جاده ها رو. نامه اول یوحنا 2:15-17 داره این 3 جاده رو میگه. خواهش میکنم دقت کنیم به این 3 جاده، چون این 3 درسی که الان پشت سر داریم تمومش میکنیم با درس 4 این 3 مورد توش گنجیده شده و در تمام ریشه های بدی های ما نیز هست. اعلام میکنه یوحنا، میگه دنیا و آنچه در دنیاست دوست ندارید. موضوع دنیا نیست، یعنی آنچه را که باعث گناه میشه، چون در این دنیا شیطان سلطنت میکنه. زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست. کسی که عاشق گناهایی هست که تو این دنیاست، زیرا آنچه در دنیاست از شهوت جسم، یه جاده شهوت جسم، خواهش چشم، چشم دید و دلم خواست. هر چیزی رو ما نمیتونیم بخوایم، در اصل حوام همینطور شد دیگه. غرور زندگانی، همین طمع در شهرت، از پدر نیست. پس این 3 جاده هست، بلکه از جهان است و دنیا و شهوت آن در گذر است. لیکن کسی که به اراده خدا عمل میکنه، بهترین جاده اراده خداست که خودتو در اراده خدا قرار بدی. کسی که به اراده خدا عمل میکند تا به ابد باقی هست.
همیشه نیست خواهد بود. داریم؟ بله. یه دست بزنید برای برادر عزیزمون پرویز عزیزم، فائزه عزیزم. من راستیتش اینها رو خیلی دیر دادم به برادرم، برای همین برایش سخت بود، اما زحمتش رو کشید. میتونید عکس بگیرید لطفاً از این؟ پس جاده شهوت جسم، جاده خواهش چشم، جاده غرور زندگانی، هیچ کدوم اینا راههایی هست که شیطان استفاده میکنه. مواظب زندگیمون باشیم. خواسته های ما اگر بر اصل این سه تا جاده هست، ما آسیب میخوریم. اما جاده اراده خدا، میبینید اتوبان صاف، سریع هم میرسونتت به هدف، مشروط بر این که حقیقتا در اون جایگاه درست بیستی و به افکار بد خودمون بگیم نه، بگو نمیخوام. وقتی که فکر بد میاد تو ذهنت، همون موقع در نام عیسی مسیح نهیب بزن. مولوی میگه چون خیالی در دلت آمد نشست، چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. هر کجا کلیسا میری، اون خیال بد با تو هست. سر کارت میری، باهات هست. داری میخوابی، باهات هست. چرا با خودت حملش میکنی؟ ببر در حضور خدا. به تو رو خواست همین الان که میخوایم با هم دعا کنیم. اگر تو بروشوراتون نگاه کنید لطفاً، وسط بروشورتون شما باز اونجا، من دیدم آیا اینا میتونیم داشته باشیم، داریم اونا یا نداریم؟ ممنون میشم اگر اون قسمت رو داشته باشیم. بله، یه پاورقی هستش. سپاسگزارم پروین جان، خیلی زیبا نوشتی، مرسی. موارد ناپسند. من نمیدونم شما چه مشکلاتی دارید، ولی من خودم خیلی دارم از این مشکلات. در طول این 21 سال دارم باش میجنگم و این گونه روش جنگ من هست. شما نیز میتونید این کارو کنید. تمام مواردی که باعث گناه در زندگی شما، آزار شما و آزار دیگران میشه، زندگی غیر استانداردتون هست، لطفاً توجه کنید. این کارو از این هفته شروع کنید. شروع کنید نوشتن. حالا هر چی هستش. بدبین هستید، بنویسید. غیبت میکنید، بنویسید. قسم میخورید، بنویسید. و تمام موارد اینجا می‌نویسید. وقتی موارد اینجا نوشتید، شروع می‌کنید برای اینا دعا کردن و حتی اگر لازم هست روزه بگیر براش. روزه بگی و خداوند کمکت می‌کنه. و بعد از اینکه متوجه شدید بر فرض به جای رسیدید دیگه نمیتونی قسم بخوری. کلام خدا میگه سوگند نخور. دیگه نمیتونی. می‌نویسی دیگه سوگند نمی‌خورم، قسم نمی‌خورم. و بعد شروع می‌کنی برای این 4 مورد، 5 مورد باز دعا میکنی، اما برای این شوق گذاری کن که خدا از زندگیت برداشته، پاکش کرده. و همینطور اینها رو جابجا کن. تمام که شد دوباره یکی دیگه شروع کن. تا روی زمین هستیم این مشکلات هست، مگه اینکه ما نخواهیم. اگر بخواهی مطمئن باش میتونی پیروز بشی. ما نمیخواهیم، اگر بخواهیم 100% میشه، چون تواناییشو خدا به ما خواهد داد. در گذشته وقتی کسی میرفت برای امتحان راهنمایی رانندگی، به طور خاص عزیزانی که هنوز توی ایران در اون قدیم سواد نداشتن، معمولا مامور نیرو راهنمایی، اون افسری که اونجا بود، یه تابلوی رو نشون میداد و میگفت، از سوال میکرد، میگفت مطابق این چی که دارم میگم شما به من جواب بده. و شبهایی میپرسید. شخصی میره اونجا و یه تابلوی رو نشون میده، یه چهار راه رو نشون میده و توی چهار راه نشون میده، میگه نگاه کن، یه ماشین آتش نشانی اینجاست، این بر چهار راه، یه ماشین اتوبوس این بر هست، یه دوچرخه این بر، یه نیسان هم این بر هستش. حالا به من بگو اولین ماشین کدوم باید بره؟ میگه نیسان. میگه ببین قشنگ نگاه کن، آتش نشانی، اتوبوس، دوچرخه، نیسان. براش توضیح میده، دوباره میگه نیسان. میگه ببین نمیتونی، اگه تو این کارا کنی قبول نمیشی. گوش کن، دقت کن، آتش نشانی داره میره یه جا رو خاموش کنه. براش توضیح که میده، میگه آها، آتش نشانی، اتوبوس، دوچرخه. میگه خب نیسان چی شد؟ گفت نیسان که هم باقی گازش گرفت رفت. گاهی هست ما نمیخواهیم عوض بشیم و دنبال یه راهی هستیم. به قولی فیلم مارموره میگفت یه راه بیراهه، یه راه دیگه من میخوام برم. اگر به مسیح ایمان آوردیم، از هیچ راه دیگه ای نمیتونیم پیروز بشیم. بریم با هم دیگه آخرین آیه هم داشته باشیم. انجیل متی 22:10-12. و پیشوا خوانده مشوید، زیرا پیشوای شما یکیست، یعنی آمین. مسیح. و هر که از شما بزرگتر باشد،
خادم شما بود و هر که خود را بلند کند پست گردد و هر که خود را فروتن سازد سرافراز گردد. آمین. آمین 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 آمین. که اگر میل به این دارید مشهور بشید اشکال نداره، اما مشهور بشید برای جلال خدا، چرا که در اون محبوبیت ایجاد میشه و ما محبوب خواهیم بود، هم برای خدا و هم برای مردممون. انیشتن اعلام میکنه اگر میخواهید خوشبخت باشید، زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به آدمها و اشتباهات. اگر میخواهیم مشهور بشیم، هدفمون رو به هدف اصلی خلقت نیز گره بزنیم. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم لطفا. دو تا سوالم هست زمنم، این دو تا سوال رو روش فکر کنید. عزیزان اگر مایل هستید بیشتر بدانیم، پنجشنبه ساعت 7:30 با ما باشید، سالن کناری هستیم، در این رابطه صحبت میکنیم. از شما هم میخواییم بشنویم که چگونه بتونیم آنچه را که به عنوان یک طمع در شهرت خواهی هست رو از زندگیمون دور کنیم.